در قسمت قبل به اینجا رسیدیم که خداوند ابلیس رو به خاطر اطاعت نکردن امر خداوند از بهشت اخراج کرد. سپس به آدم گفت که ای آدم، در بهشت زندگی کن و همچنین در مورد ابلیس هم به آدم علیه السلام هشدار داد. آدم علیه السلام در بهشت به تنهایی زندگی می کرد. بعد از مدتی آدم کم کم احساس تنهایی کرد. نمی دونست این حس چیه، ولی در درون خودش احساس تنهایی می کرد. یک روز آدم علیه السلام در بهشت به خواب فرو رفت. بعد از اینکه بیدار شد، حوا رو در روبروی خودش دید. بهش گفت تو کی هستی؟ اونم گفت اسم من حواست. ازش پرسید به چه معذوری خلق شدی؟ حوا جواب داد خداوند منو خلق کرده تا با تو در صلح و آرامش زندگی کنم. اون حس تنهایی آدم بلافاصله از بین رفت. خداوند فرمود ای آدم، ای حوا، در بهشت زندگی کنید و از هر آنچه که میخواهید بخورید، اما به اون درخت نزدیک نشید، که اگه به اون درخت نزدیک بشید از ستمکاران خواهید بود. آدم و حوا در بهشت به خوبی و خوشی زندگی می کردند. این بار شیطان وارد عمل شد. خداوند به اون این اجازه رو داده بود که بتونه انسان رو وسوسه کنه. بعد از اینکه شیطان به سراغ آدم رفت و از وسوسه کردن اون ناامید شد، این بار به سراغ حوا رفت. بعد از اینکه چندین بار حوا رو وسوسه کرد، این بار وارد مرحله تازه‌ای از مکروهیلی خودش شد. شیطان براشون قسم خورد که خداوند اونا رو از اون درخت منع نکرده مگر به خاطر رازی که در پس اونه، و اون راز اینه که آدم و حوا با خوردن از اون درخت تبدیل به فرشته میشن و از کالبد فناپذیر انسانیشون به کالبد فناناپذیر تبدیل میشن و برای همیشه جاودانه میمونن. شیطان براشون قسم خورد، به خداوند قسم یاد کرد که براشون خیرخواهه. آدم علیه السلام که یک پیامبر بود، قبل از اون هیچ وقت دروغ نشنیده بود. به همین خاطر آدم و حوا فریب شیطان رو خوردن. اونا به سمت درخت رفتن، از میوه درخت کندن و از اون خوردن. به محض اینکه از میوه درخت خوردن، عورتشون پدیدار شد. قسمت عورتشون تا قبل از اون با نور پوشیده شده بود، اما این بار اون نور از بین رفت و عورتشون پدیدار شد. آدم و حوا به سرعت رفتن و از برگ‌های درختان برای خودشون پوشش ایجاد کردن. اونا فهمیدن که چی کار کردن. بسیار پشیمون بودن. خداوند بهشون گفت ای آدم، ای حوا، مگه من شما رو از اون درخت منع نکرده بودم؟ آدم و حوا بسیار شرمسار بودن. خداوند از زبان آدم و حوا در آیه 23 سوره الاعراف برای ما این چنین می‌فرماید: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ای پروردگار، ما به خودمون ظلم کردیم و اگر تو ما رو مورد مغفرت خودت قرار ندهی از ستمکاران خواهیم بود. خداوند توبه اونا رو قبول کرد، ولی اونا باید به سزای عملشون میرسیدن. توجه کنید برادران و خواهرانم، آدم و حوا از گناهی که کردن پشیمون شدن و خداوند اونا رو بخشید، اما شیطان از گناهی که کرده بود پشیمون نشد و برای همیشه مورد لعنت خداوند قرار گرفت. خداوند آدم و حوا رو به زمین فرستاد. در روایت اومده که آدم علیه السلام در هند فرود اومد و حوا در منطقه شام در نزدیکی مکه. آدم و حوا به دنبال همدیگه گشتن تا اینکه همدیگه رو در کوه عرفات پیدا کردن. این بار اونا زندگی جدیدی رو بر روی زمین آغاز کردند. بسیاری از علما بر این عقیده هستند که آدم علیه السلام بیشتر از 40 سال در بهشت زندگی کرد. همچنین آدم علیه السلام نزدیک به 1000 سال بر روی زمین زندگی کرد. خداوند به آدم و حوا بچه هایی عطا کرد. اولین بچه اونا یک پسر بود. اسمش رو قابیل گذاشتن و همراه اون یک دختر به دنیا اومد. در واقع اونا دوقلو بودن. بعد از اونا هابیل به همراه خواهر دوقلوش به دنیا اومد. قابیل زیاد خوش چهره نبود، اما خواهرش بسیار زیبارویی بود. در طرف دیگه هابیل مردی بسیار خوش چهره بود و خواهرش زیاد جذاب نبود. در روایت این موضوع ذکر شده که حوا 20 بار باردار شد و هر بار هم 2 قلو به دنیا می آورد. در واقع آدم و حوا 40 فرزند داشتند.
این بار نوبت به ازدواج بچه ها رسید. اولین حکم خداوند در این مورد صادر شد. این اولین بار بود که خداوند اجازه داد که خواهر و برادر با هم دیگه ازدواج کنند. و حکم خداوند در اینجا این بود که برادر و خواهری که با هم به دنیا اومدند نمیتونن با هم دیگه ازدواج کنند. در واقع این کار برای اونا حرامه. آدم علیه السلام در مورد این امر خداوند با حابیل و قابیل صحبت کرد. آدم فرمود که قابیل باید با خواهر دوقلوی حابیل ازدواج کنه و حابیل هم با خواهر دوقلوی قابیل. قابیل در وجودش حس حسادت وجود داشت. این بار اون با خودش فکر میکرد که برادر بزرگتره، خواهر زیباترم مال اونه، پس حق اونه که با خواهر دوقلوی خودش ازدواج کنه. این مسئله برای حابیل خیلی مهم نبود، اما چون امر خداوند بود حابیل سراغ قابیل رفت و قابیل رو نصیحت کرد. بهش میگفت که از خداوند بترس، این امر خداونده. این موضوع به گوش آدم علیه السلام رسید. آدم علیه السلام حابیل و قابیل رو با هم جمع کرد. بهشون پیشنهاد کرد که برای خداوند قربانی انجام بدن و منتظر باشن ببینن که خداوند قربانی کدوم یک از اونا رو قبول میکنه. حابیل یک دامدار بود و قابیل یک کشاورز. حابیل به سرعت رفت و بهترین و چاق و چله ترین گوسفندش رو برای قربانی کردن آورد. اما قابیل رفت و بدترین دانه هایی که داشت برای قربانی کردن آورد. در روایات این مسئله بدین شکل اومده که آتشی از آسمان اومد و قربانی حابیل رو برداشت. در واقع قربانی حابیل قبول شده بود. قابیل که این موضوع رو دید بسیار خشمگین شد. رو به حابیل کرد و بهش گفت که من قطعا تو رو میکشم. خداوند در سوره مائده این موضوع رو اینگونه برای ما بیان میکنه. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. ای پیامبر، داستان دو پسر آدم علیه السلام رو به حق براشون تلاوت کن. آن هنگام که پسری که قربانی از اون قبول نشده بود به دیگری که قربانی ازش قبول شده بود گفت که من قطعا تو رو خواهم کشت. دیگری گفت که خداوند تنها قربانی رو از افراد با تقوا قبول میکنه. اگر تو دستت رو برای کشتن من دراز کنی، من هرگز دستم رو برای کشتن تو دراز نمی کنم. من از پروردگار جهانیان می ترسم. حابیل نه تنها از قابیل خوشروتر بود، بلکه از اون قوی تر هم بود. حابیل اگه می خواست می تونست قابیل رو بکشه، اما ترس از خداوند باعث شد که این کار رو نکنه. در روایت اومده که قابیل نمیدونست چجوری باید حابیل رو بکشه. فقط اونو هول میداد، این طرف اون طرف می کرد تا اینکه شیطان به سراغش اومد. ابلیس بهش گفت که یه سنگ بزرگ برداره و به سر حابیل بزنه و قابیل هم این کار رو کرد. بعد از اینکه قابیل برادرش رو به قتل رسوند، این بار نمیدونست با جنازه‌اش چی کار کنه. جنازه‌اش رو با خودش این طرف و اون طرف میبرد تا اینکه خداوند دو تا کلاغ فرستاد. کلاغ‌ها در جلوی قابیل شروع کردن به جنگیدن با هم دیگه تا اینکه یکی از کلاغ‌ها کلاغی دیگر رو کشت. بعد از اون کلاغ شروع کرد به حفر کردن زمین. کلاغ کشته شده رو داخل اون چاله انداخت و روش گل و خاک ریخت. این بار قابیل فهمید که باید چی کار کنه. قابیل در وجود خودش احساس شرمساری میکرد. از کاری که کرده بود پشیمون بود، اما قابیل از خداوند طلب بخشش نکرد. قابیل توبه نکرد. به جای رفتن پیش پدرش، قابیل تصمیم گرفت که سر به کوه و بیابون بذاره. قابیل از خانواده‌اش دور شد. خبر قتل حابیل در ابتدا به حوا رسید. در روایات این مسئله ذکر شده که شیطان خودش رفت و خبر قتل حابیل رو به حوا رسوند. شیطان به حوا گفت که قابیل حابیل رو کشته. حوا تعجب کرد. گفت کشتن؟ کشتن چیه؟ شیطان گفت کشتن به این معنیه که حابیل دیگه نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه چیزی بخوره، نمیتونه چیزی بنوشه و نمیتونه دیگه راه بره. این بار حوا موضوع رو فهمید و شروع کرد به گریه کردن. حوا بسیار گریه میکرد تا اینکه آدم به سراغش اومد. آدم علیه السلام ازش پرسید چی شده؟ حوا جواب نمیداد.
آدم باز تکرار کرد چی شده؟ باز حوا فقط گریه می کرد. برای بار سوم آدم پرسید چی شده؟ اما حوا این بار هم گریه می کرد. آدم علیه السلام سکوت کرد. مسئله بسیار مهمی در مورد آدم علیه السلام وجود داره. آدم علیه السلام همیشه و مدام در مورد اوامر خداوند برای بچه‌هاش صحبت می‌کرد. در مورد اینکه خداوند اونا رو به چه چیزهایی امر می‌کنه و از چه چیزهایی نهی می‌کنه. در این مسئله برادران و خواهران بزرگوارم نکته بسیار آموزنده‌ای وجود داره و اون نکته اینه که ما همیشه و مدام در مورد اوامر خداوند برای بچه‌هامون صحبت کنیم. مدام این موضوع رو به یادشون بیاریم. بعد از مدتی آدم علیه السلام به بستر بیماری رفت. آدم بچه هاشو دور خودش جمع کرد. بهشون گفت که از اون میوهی که توی بهشت خورده براش پیدا کنن. دوست داره از اون میوه بخوره. بچه هاش شروع کردن به گشتن به دنبال اون درخت. بچه های آدم به مکانی رسیدن که در اونجا تعدادی از ملائکه خداوند رو دیدن. ملائکه ازشون پرسیدن که شما چرا اینجا اومدید؟ اونا هم گفتن که پدرمون هوس اون میوه بهشتی رو کرده و ما هم اومدیم که براش پیدا کنیم. ملائکه در حالی که پارچه کفن در دست داشتن به بچه های آدم گفتن پیش پدرتون برگردید که وقت مرگش فرا رسیده. اونا همچنین با خودشون وسایل دیگه‌ای به همراه داشتن که برای کندن زمین به کار می‌رفت. اونا اون وسایل رو از بهشت آورده بودن. ملائکه همراه با بچه های آدم پیش اون برگشتن. وقتی که از در ورودی وارد شدن حوا اونا رو شناخت. به سرعت رفت و آدم رو در آغوش گرفت و مثل سپری در مقابل اونا ایستاد. آدم علیه السلام گفت نه نه این کارو نکن. من قبل از تو خلق شدم. آدم علیه السلام اصلا نگران نبود. بچه هاشو دور خودش جمع کرد. دوباره اوامر خدا رو برای اونا یادآوری کرد. بهشون گفت که خداوند اونا رو تنها نمیذاره و پیامبرانی برای اونا خواهد فرستاد. در واقع شیز یکی از پسران آدم بود که بعد از اون مسئولیت قوم آدم رو بر عهده داشت. بعد از اینکه ملک الموت روح آدم رو کشید، آدم علیه السلام فوت کرد. چهره آدم خوشحال بود. میدونید چرا؟ برادران و خواهران، آدم علیه السلام به این خاطر خوشحال بود که دوباره به اون بهشت برمیگشت، به جایی که ازش اومده بود، به جایی که پر از ناز و نعمته و از اون بزرگتر پیش خداوند باز میگشت. دیگه از این همه سختی، رنج، ناراحتی و آزمایش دنیا خلاص میشد. آدم علیه السلام به این خاطر خوشحال. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب مفلحون سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.